بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح سي أصل ودليل هاي آن سيوم أهمية ومختن توحيد. بدان الله تعالى ترى بروي طاعتش إرشاد نمويد که حنفیه ملت ابراهیم علیه السلام الله را یگانه پرستیدن، در حالی که دین را برای او خالص کردن و برای همین الله همه مردم را امر کرده است و برای همین آفریده است. همچنان که الله تعالی می فرماید نیافریدم جن و انس را مگر اینکه مرا عبادت کنند، و معنای عبادت کنند یگانه بپرستند می باشد. و بزرگترین چیزی که الله به آن امر کرده است توحید است و آن یگانه پرستیدن الله است، و بزرگترین چیزی که الله از آن نهی کرده است شرک می باشد، و شرک دعای غیر الله همراه او می باشد. حنفیه. حنفیه در لغت از کلمه حنف گرفته شده، به آن مایل کردن است. حنفیه در شریعت همان ملتی مایل کننده از شرک به سوی اخلاص، توحید و ایمان می باشد. فرمانبردار الله حنیف، خالی از انحراف بود، یعنی رویگردان به سوی الله و از شرک پیشگردان بود. پس حنیف کسی است که دائما به سوی توحید برمیگردد و از شرک دور می شود. در اینجا مؤلف رحم الله بیان می نماید که توحید را برای چی می آموزیم و به راستی در گذشته اهمیت آن را ذکر کردیم. تعریف توحید همچنانه که در مقدمه ذکر کردیم، در لغت یکی نمودن هنگامی که چیزی رو یکی قرار دهی. دوم در شریعت یگانه قرار دادن الله به آن چیزی که در ربوبیت، الوهیت و اسمها و صفاتها اختصاص دارد. رحمه الله گفت به معنای می پرستند یگانه قرار می دهند، و این سخن ابن عباس رضی الله عنهما است که میگوید هر عبادتی که در قرآن است معنای آن توحید است و الله را میپرستید، یعنی یگانه قرار دهید. ای مردم پروردگارتان را بپرستید. ای مردم پروردگارتان را یگانه قرار دهید.